داستان رباتی که از آدما آدمتر میشه. دوست داری داستانش رو بشنوید؟ حتما تو این ویدیو همراه هم باشید. سلام، من رضام و قرار امروز معرفی انیمیشن ربات وحشی کنارتون باشم. انیمیشنی که اگه یکم عمیق بهش نگاه کنیم کلی میتونیم ازش درس بگیریم و توی زندگیمون ازش استفاده کنیم. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشه که ربات داستان ما فعال میشه و اولین کاری که میخواد انجام بده بعد از فعال شدنش، طبق برنامه ریزی که حالا واسهش داشتن اون کسایی که ساختنش، اینه که سعی میکنه که خدمت بکنه به بقیه و کمک کنه به بقیه و هر موجود یا هر کسی که میبینه اطراف خودش سعی میکنه ازش کمک بخواد و بهش کمک برسه. و این در صورتیه که توی این جزیره که داره زندگی میکنه اصلا آدم نیست، همه حیوانن و همه حیوانات وحشی هستن. یه جزیره دور افتاده است انگار. ربات داستان ما هر چقدر سعی میکنه با این طبیعت خودشو وفق بده و کمک بکنه به موجودات، اما همش داره اشتباه میکنه. از اون طرف هم موجودات دیگه نمیتونن اونو قبول کنن و فکر میکنن این هیولاست، چون هرچی موجودی دوبال ندیدن. و خب طبق این اتفاقاتی که گفتم، این ربات داستان ما خیلی اذیت میشه و از یه جایی به بعد تصمیم میگیره که بشینه و هیچ کاری نکنه و فقط اطلاعات به دست بیاره از صحبت کردن موجودات، از رفتاری که دارن و خیلی چیزهای دیگه. خلاصه تایم طولانی میگذره و این اطلاعات خودشو به دست بیاره. وقتی که دوباره بلند میشه و حالا سعی میکنه که دوباره مثل قبل ادامه بده، یه اتفاق عجیب میفته. یه خرسی میفته دنبالش و از دست این خرسه فرار میکنه و توی راه فرار کردنش به درخت برخورد میکنه و این درخت میفته پایین و از شانس این ربات داستان ما یه مرغابی جونش از دست میده و یکی از تخمای اون مرغابی سالم میمونه. ربات داستان ما این تخمه رو نگه میداره داخل محفظه‌ای که خودش داره. همینجاست که آقا روباه داستان وارد میشه. سعی میکنه که این تخم مرغابی رو بدزده و نوشه جانش کنه. اما حالا اتفاقاتی که میفته و بهتر خودتون ببینید، یه ارتباط خوبی بین ربات و روباه به وجود میاد و ربات به روباه میگه که من یه مأموریتی دارم از این به بعد و مأموریتم اینه که به این جوجه مرغابی تخمه تبدیل میشه به جوجه. یعنی جلو ترکیب یکی برنامه اینه که به این جوجه مرغابی کمک کنم تا بتونه بزرگ بشه، شنا کنه و پرواز رو یاد بگیره و بتونه همراه هم نوعای خودش باشه. و ادامه داستان ما راجع به این رابطه بین این مادر و فرزنده، مادری که یک رباته و فرزندی که یک جوجه است و ارتباطی که بینشون هست خیلی جذابه. البته که نباید از روباه داستانمون هم غافل بشیم. ارتباط های دیگه هم داخل این داستان هستن، مثل ارتباط ربات با بقیه موجودات و اتحاد و همبستگی که بین موجودات به وجود میاد. داستان دیگه از اینجا به بعد نمیگم چون که احتمالاً اسپویل میشید و واسهتون داستان شاید لو بره. حالا میخوام راجع به این صحبت بکنم چه درسایی میتونیم از این انیمیشن بگیریم. یکی از مهمترین درسایی که این انیمیشن به ما میده اینه که لزوماً همیشه قرار نیست ما تصمیمای منطقی بگیریم، همیشه منطقی باشیم. گاهی وقتا میتونیم به ندای قلبمون گوش کنیم. و اینو خیلی جذاب نشون میده. دومیش که حالا میخوام واسهتون تعریف کنم، البته شاید یکم اسپویل باشه ولی تعریفش میکنم، راجع به اینه که بقا و زنده موندن از مسیری که داخلش اتحاد و همبستگی باشه خیلی راحت‌تر به دست میاد.
از صورتی که اکثر موجودات داخل جنگل برعکسش رو فکر میکنند. و اینجا خیلی جذاب داستان رو میچرخونه و نشون میده که این ربات چه ارتباطی به دست میاره بین موجودات و موجودات با همدیگه چطوری این ارتباط رو شکل میدن و همه با همدیگه همدل میشن. بخش سوم که چیزی بوده که واسه من خیلی جذاب بود اینه که بخشش رو نشون میده و این بخشش رو از چندین زاویه میتونیم ببینیم، یکی بین موجودات، یکی بین بچه یعنی همین جوجهه و مادرش که رباته و مسئله که خیلی قشنگ بهش میپردازه. دیگه بیشتر از این بگم شاید به داستان بیشتر بزنم لو بدم، پس تصمیم میگیرم که نگم. کلی حس قشنگ داخل این انیمیشن میتونید تجربه بکنید و دیدنش رو حتما بهتون پیشنهاد میدم. اگرم دیدینش حتما این پایین نظرتون راجبش بنویسید، خیلی دوست دارم بدونم نظرتون چی بود راجبش. و اینکه امتیازی که من بهش میدم امتیاز 8.5 و این به خاطر اینه که من دوست داشتم بیشتر باشم، دوست داشتم بیشتر توی این دنیاشون باشم و ارتباطشون مخصوصا ارتباط ربات جوجه رو بیشتر ببینم، چون که یکم سریع ازش میگذره نشون میده ولی خب یکم سریع ازش میگذره. خب البته که تایم زیادی ندارن برای درست کردن فیلم و مخصوصا همچنین فیلم سینمایی، ولی بازم من دوست داشتم که ادامه داشته باشه و این ارتباط رو بیشتر ببینم و عمیق‌تر ببینم. امیدوارم که این انیمیشن رو ببینید و ازش لذت ببرید. لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. خدا نگهدارتون.